متی فصل 23. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: چون ملایان و پیروان فرقه فریسی بر مسند موسی نشستند، شما باید به هرچه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از اعمال آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند نمیکنند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هرچه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. بازوبندهای خود را کلانتر و دامن چپن خیش را درازتر میسازند. آنها دوست دارند بالای مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد، زیرا هر که خود را بزرگ سازد خوار ساخته خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و پیروان فرقه فریسی، منافقان! شما راه پادشاهی آسمانی را بر روی مردم می بندید، خودتان داخل نمی شوید و دیگران را هم که می خواهند داخل شوند نمی گذارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما مال بیوزنان را می خورید و حال آنکه محض خودنمایی نماز خود را طول می دهید. به این جهت شما شدیدترین جزاها را خواهید دید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما دریا و خشکی را طی می کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد، و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می سازید. وای بر شما ای راهنمایان کور! شما می گویید اگر کسی به خانه خدا سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به طلاهای خانه خدا سوگند بخورد مجبور است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان و ای کوران! کدام مهمتر است، طلا یا خانه خدا که طلا را مبارک می سازد؟ شما می گویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نمی شود، اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگند بخورد مجبور است به آن عمل کند. ای قرآن! کدام مهمتر است، هدایا یا قربانگاهی که هدایا را مبارک می سازد؟ کسی که به قربانگاه سوگند یاد می کند به آن و به هرچه بر روی آن از سوگند می خورد، و کسی که به خانه خدا سوگند می خورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگند خورده است. و هرگاه کسی به آسمان سوگند بخورد، به تخت سلطنت خدا و آن کس که بر آن می نشیند سوگند خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما از نعنا و شبت و زیره دیگ می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در عین حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای راهنمایان کور که به شرا صافی می کنید و شطر را می خورید! وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید، در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور! اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد بود. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق!
شما مثل مقبره های سفید شده هستید که ظاهر زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همین طور ظاهرا مردمان درستکار، ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق! شما مقبره های پیغمبران را می سازید و بناهای را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزئین می کنید و می گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده می بودیم، هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم. به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسان هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید و آنچرا که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ای ماران، ای افعی زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ به این جهت من انبیا و پیغمبران، حکما و علما را برای شما می فرستم، اما شما بعضی را می کشید و مسلوب می کنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه می زنید و شهر به شهر می رانید. و از این جهت خون همه نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده برگردن شما خواهد بود، از حابیل معصوم گرفته تا زکریا پسر برخیا که او را در بین خانه خدا و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما میگویم گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهر که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی، چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغ که چوچه های خود را به زیر پر و بال خود جمع می کند، فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما تو نخواستی. اکنون خانه شما خالی به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند می